توصیه که جناب وزیر داشتن یه خواسته از ما داشتن، گفتم آقا تو رو خدا در اولین فرصت این وضعیت ورودی ورزشگاه آزادی رو سر و سامون بدین و این که با داربست گیت درست کردیم، ورودی درست کردیم، با گونی دورش محصول کردیم که نه در شأن ملتمونه، در شأن ورزشمونه، نه در شأن تماشاچی خوبمونه و باستاب جهانیش هم برای مسابقات که بعد وقت مسابقات ملی و جهانی داریم بسیار بده، این رو انجام بدیم. ما هم خدمتشون قول دادیم، بازی اول نشون داد که نه درسته هم آن کردیم ولی واقعا ظرفیتی که ما میخوایم که ما مثلا تو هر ثانیه 10 تا 15 نفر بلیت باید بفروشیم، کل ظرفیتی که ثبت اول به ما تونست بده در هر ثانیه 3 تا دسترسی بود، اونها هم محدودیت های خاص خودش نداشتن، دوباره با اونها هماهنگ بکنیم، بعد خود سیستم بانکی ظرفیت این تعدادی که یه مرتبه حمله میکردن بلیت خواستن بخرن رو کشش نداشت، قفل میکرد، مردم تا لحظه آخر میرفتن در هنگام پول دادن اون سیستم جواب نمیداد. ساختاری که ما تعریف کردیم اگر هر کس کارت ملی داشته باشد با کارت ملی بلیت بخرد و کارت ملیش همون کارت ملی و همون فرد بیاد زیر دستگاه قرار میگیره وارد بشه. حالا اگر کسی زیر 16 سال بوده کارت ملی نداشته، مسئولین مجموعه آزادی، مسئولین سازمان لیگ، دوستان ما در انتظامی خواستن مساعدتی کنن، کمکی بکنن. ما امروز در سازمان لیگ جلسه‌ای داشته باشیم، اینکه استقلال و پرسپولیس هر دو خواهان اجرای قانون 1090 هستند. خب الحمدلله دو تا باشگاه آمادگی دارن و خواهان. سازمان لیگ هم به دلیل اینکه محمد ولی و پرسپولیس فوتبال اصرار دارن انجام بشه، سامانه رو طوری طراحی کردیم که امکان این تغییرات هست به یک شرط. من زمانی که میخوام بلیت بفروشم کسی با کارت ملیش مراجعه میکنه نمیتونم تشخیص بدم استقلالیست و پرسپولیسی. امروز قرار شد دو باشگاه عزیز پرسپولیس و استقلال، دو مدیر عامل محترمشون قول دادن تا فردا قبل از پایان ساعت اداری اون لیست هوادار، سامانه هواداران دو باشگاه که مشخص هم هستن، پس از سالها هم توی سیستم ایرانسل هم توی همراه اول برسد توی این برنامه ها ثبت نام کردن دارن، خود باشگاه هوادارش لیستش داره، اگر تا فردا ساعت اداری دو لیست رو به ما برسانند ما حتما تغییرات انجام و طبق اون لیست میفروشیم دیگه. یه لیست یه میلیونی، دو میلیونی، سه میلیونی، چند میلیونی پرسپولیس به ما میده، یه لیست هم چند میلیونی هم استقلال به ما میده، ما اون لیست رو به دستگاه میدیم، هر کس اسمش تو اون لیست باشه و کارت ملی با اون لیست سازگار باشه بلیت میفروشیم. دیگر از اون کسی مراجعه کنه متاسفانه نمیتونه، یعنی یه کسی تو لیست طرفداری نباشه ولی طرفداری یکی از این دو تا باشگاه باشن و بخواد بلیت بخره، متاسفانه ما نمیتونیم بلیت بفروشیم و باید از همین الان عذرخواهی بکنیم، تبعاتش گله و شکایتش هم به عهده خود باشگاه است. ما حرفمون اینه با دوستان که اگه ما این گیتا رو تو طبقه بالا نصب بکنیم، با دلیل اینکه راهروها محدوده، ارزش کمه و جمعیت 40,000 نفر هم بالا برای هر بازی بزرگ میرن، تو خروج امکان داره، یه بحث کارشناسی است، امکان داره این کم ارز شدن خروجی ها و خیابون دسترسی مشکل زا باشه. این را عنوان کردیم، دستگاه های زیر ربط فردا جلسه دارن تصویب بکنن بگن نصب بشه، ما حتما تا قبل از دربی چون جهت هم آماده است، نصب کردنش هم کمتر از 24 ساعت وقت نصب میکنیم. خب کاش همین جوری 90 دهه با همین آرامشی که آقای کریمی دین صحبت میکردن و قوت قلب میدادن که انجام میشه انجام شه، ولی خیلی به نظرم حفره داره این داستان. شما ببینید اون برنامه نویسیش که کاری نداره، یه دیتابیس، یه پایگاه داده ایجاد میشه، شما اگه مثلا تو این بازی به عنوان هوادار استقلال ثبت نام بکنید بلیت بخرید، تو بازی برگشت دیگه نمیتونید به عنوان هوادار پرسپولیس برید تو استادیوم. خب این کاری علاوه فنی نداره، شاید نوشتنش برنامه‌نویسیش دو سه روز کار داشته باشه، کاری نداشته باشه، میشه یعنی اعمال کردین و تو بازی‌های بقیه لیگ هم کاری نداره، یعنی شما میتونید برید بازی پرسپولیس رو ببینی اگه با
بلیت استقلال رفته باشی تو دربی. ولی خود این داستان خیلی مشکل ایجاد میکنه. شما میتونید با کارت ملی دوستتون که اصلا هیچ وقت تو عمرش استادیوم نرفته یا نخواهد رفت، بری مثلا پرسپولیسی هستی، میبینی جایگاه پرسپولیسی تموم شده، 10% میری یه بلیت استقلال میخری، بعد میری تو استادیوم عنوان پرسپولیسی. اونجا هم که چک نمیشه، اصلا میگن زمان وجود داره انقدی که بخوان کارت ملی رو مطابقت بدن، یعنی همون آدمه داره میره تو شلوغی روز دربی و تعداد تماشاگری که میاد. شاید اوضاع به همین سادگی که الان آقای کریمی تعریف کردن نباشه. عالی گفتن که آقا ما گیتامون آماده است، هر موقع که خواستید میریم نصب میکنیم و طبقه دوم گیت گذاری میکنیم که با بلیت الکترونیکی بیان. ولی این بلیت گرفتنه و اینکه کیا هوادار استقلال هستن، کیا هوادار پرسپولیس، چون کسی که میره استادیوم مثلا پرسپولیسی که میره تو جایگاه استقلال یا بشینه نمیاد قرمز بپوشه سر تا پاشو، که چون اینجا داستان میشه و مجبوره بره بشینه وسط استقلالیا و ممکنه بین بازی یه سری کشمکشا و یه سری دعوا درگیری ها اونجا به وجود بیاد. مگه چه جوری اینو میخوایم مدیریت بکنیم؟ به نظرم کار سخته. حالا استانداردش چیه؟ استانداردش این که بلیتو باشگاه بفروشه، از سامانه هواداری خودش، تماشاگرا و هوادارایی که میدونه ثبت شده هستن، اسامیشون کارت هواداری دارن، تو باشگاه از اون طریق بفروشه. و فکر نمی‌کنم حالا به این یکی دو بازی برسه. چیزی که اعلام شده اینه که قطعاً قراره این قانون 90-10 که بچه‌ها اینجا هم انداختن و سمت 90ش آبیه، سمت 10ش قرمز، در بازی روز یکشنبه اعمال بشه. آخرین خبر همین امروز هم جلسه که امروز برگزار شد این بوده و حالا باید ببینیم دوستان چه کار خواهند کرد و دم در رو چجوری مدیریت میکنن، بالا روی سکوها رو و این بلیت فروشی و سایت بلیت فروشی چجوری مدیریت میشه. با آقای انصاری فر و دوستانم از باشگاه استقلال هم صحبت خواهیم کرد راجع به این قضیه. ضمن اینکه یه آیتم هم داریم راجع به مشکلاتی که سایت های بلیت فروشی بقیه تیما دارن. شرکت توسعه و تجهیز فعلا داره استقلال پرسپولیس رو میفروشه و شاهین بوشهر و نساجی هم فکر کنم بود که اونا رو واگذار میکنه به باشگاه. این دوتا باز کمترین، یعنی استقلال پرسپولیس کمترین باگ و کمتر اشتباه رو دارن، ولی بقیه باشگاه هستن که یه سایت که اصلا باید شما داستان داره واردش بشی. یکیش هستش که با کارت ملی متوفا، حالا نوزاد، ما یکی بچه‌مون تو تیم فوتبال برتر تازه فرزندش 3-4 روزه به دنیا اومده و با همون کارت ملی بچه‌ها خرید کردم، بچه نمیتونست بره استادیوم ولی بلیت داره الان، مون رو دستش، فکر کنم همین مال بلیت بازی پیروز بود. این اشتباهیه که بعضی از سایت‌ها دارن و توی آیتم بهش اشاره خواهیم کرد. یه خبری اومده الان، خبر خیلی بد در کنار خبر بعد دیگه که هفته قبل شنیدیم راجع بهش صحبت می‌کنیم، امشب صحبت بکنیم و چند تا آیتم تقدیم حضورتون کنیم. اینم هستش که یه پسر بچه 8 ساله انگار تو ورشکار دادی امروز حادثه‌ای براش پیش اومده، دچار برق گرفتگی شده و متاسفانه فوت کرده. این خبری که الان اومده میگن پسر یکی از دکه‌دارای استادیوم بوده، مثل اینکه سیم برق افتاده تو این داربستایی که میزنن تو استادیوم، برق منتقل کرده به داربست و سر این پسر بچه گرفته به یکی از این داربستا و برق گرفتنش بردن بیمارستان نزدیک استادیوم بازی، بیمارستان خلیج فکر کنم بیمارستان شماره 2 اسمشه. ولی خب متاسفانه کارایی هم که کردن جواب نداده و فوت کرده پسر بچه 8 ساله که تسلیت میگم به خانواده محترمشون. حالا با آقای سیف اگه دوستان تونستن پیداشون بکنن، آقای کریمی رو ما خیلی بهتر راحت‌تر پیدا کردیم، باهاشون مصاحبه کردیم. آقای سیف نگار سرشون خیلی شلوغه، 2-3 روزی است بچه‌ها پیگیرشون هستن. راجع به این موضوع اگه تونستن صحبت بکنن که خوبه، به نظرم توی حوزه مسئولیتشون هم هست و متاسفم واقعا به خاطر اتفاقی که افتاده. یه سهل‌انگاری بوده از طرف همون کسایی که باید برق و مدیریت می‌کردن اونجا و داربست زده بودن و اینها، که کسی که رد میشه از کنار این داربستر که برق نگیرتش حداقل، ولی این اتفاق متاسفانه افتاده. حالا این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد، راجبش صحبت میکنیم. بحثمون طولانی شد راجب بلیت فروشی. الان خرید از سایت بلیت فروشی رو آماده داریم. خب بچه‌ها میخوان توی این آیتم ببینید، شما اگه بخواید بلیت بخرید بازی گلگوهر رو، بلیتش رو بخرید، سایپا رو بخرید، پیکان رو بخرید، چه جوری و چه مشکلاتی داره. مثلا باشگاه ذوب‌آهن هم امروز تازه لینک خرید بلیتش رو گذاشت روی صفحه اول سایتش و شما حالا از امروز تازه متوجه میشید که اگه ذوب‌آهن خواستید بلیتش رو بخرید چه جوری. مشکلات زیاد داره ولی خب فکر کنم تا چند هفته دیگه حداقل سایتش حل شه. از قلیون گیت تا سرباز گیت، فوتبال ایران روایت های خاصی از رسوایی داشته، اما قصه اصلی این روزای لیگ برتر نه پسوند گیت بلکه خود گیت های ورود به ورزشگاه هست. قرار بود فصل تازه با یه تحول بزرگ تو بلیت فروشی شروع بشه.
هوادارا راحت بلیت بخرن، کمی قبل از بازی به ورزشگاه برن، بدون نگرانی روی صندلی خودشون بشینن و بازی رو بدون خستگی و با لذت تماشا کنن. شاید این تجربه برای فوتبال ایران عجیب به نظر برسه، اما هوادارای اروپایی سال هاست که با همین شیوه بازی های تیم محبوبشون رو دنبال میکنن. شاید که وارد بشیم میزنی صندلی خود رو انتخاب کنیم، ما فکر کنیم اوتولافوده الان بیرون توی استادیوم ببینید آقای شاید جان خواهی چیجوری بلندش کنیم. تو فوتبال ایران هم قرار شد که بلیت فروشی به عهده تیم میزبان باشه و وبسایت رسمی تیمای میزبان هر هفته وظیفه فروش بلیت به هواداره دو تیم رو با در نظر گرفتن سهمیه 10% تیم میهمان به عهده بگیرن. خب الان میخواییم بریم برای بلیت بازی پرسپولیس و نفت آبادان اقدام کنیم. از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نمایش بلیت و مشخصات شخصیمون رو زدیم ببینیم که چی میشه. میریم آزاد گزینه پایین ترش پرسپولیس و نفت آبادان هست. خرید بلیت اون میتونیم بیشتر از یکی بعدی بیشتر از یکی هم میشه خرید کرد و دوتا بلیت 25,000 تومانی ردیف 17 انتخاب شد. دوباره باید مشخصات رو وارد کنیم و هر شخص هم کامل برای خودش رو میشه حذف و اضافه هم کرد. ما کدوم لیاش حالا اینکه چقدر این مطابقتش وصل بشه به سیستم ثبت احوال باید بررسی بشه. میگه نامعتبره، پس طبیعتاً خودش میتونه بخواد بده که آیا این کد ملی به این فردی که ما اسمشو گذاشتیم تعلق داره یا نه. حالا ما حذف میکنیم همون یه دونه که صحیح بود و میذاریم ببینیم میشه خرید کرد. بررسی میکنه بعد اطلاعات هم درسته پس. شخص کاربری رو دوباره برگشتیم به همون بخش اول یه بار دیگه امتحان کنیم توی جایگاه دیگه. دیگه اضافه کردیم. و هنوز اون دوتای قبلی هستن، یعنی یکیشون که حذف کردیم همچنان به قوت خودش باقیه. باز برمیگردیم جایگاه 34 و بازم دوتاست، حتی اون سومی هم نیست و دوتاست همچنان. بریم برای بازی فولاد از طریق وبسایت خود باشگاه بلیت تهیه کنیم. ورزشگاه فولاد آرنا یا شهدای فولاد خوزستان ورود کردیم، لاگین انجام دادیم، خرید بلیت بازی فولاد و سپاهان. حالا ما میتونیم انتخاب کنیم که عنوان هوادار کدوم تیم. فعلا فولاد انتخاب میکنیم. پیشرفته اینم استادیوم، یه جایگاه رو به دلخواه حالا روش کلیک میکنیم. یه دونشون از این جایگاه شمالی باز شد به صندلی و دلخواه اگر انتخاب کنیم که نه منگار میشه دوتا، میشه بیش از یکی و دوتا انتخاب کرد. حالا ما یه دونه انتخاب کردیم، اسم و کد ملی هم ثبت شده، میریم برای خرید و کاملا هم درسته. و حالا از طریق تیم سپاهان اقدام میخواییم بکنیم. حالا این جایگاه های سمت راست پایین میبینید که برای تیم سپاهانه. میزنیم، حالا چرا وسط زمین باز میشه اون جایگاه ها عجیبه، بیش از یکی هم میشه. فعلا هم کد ملی کاملا صحیح وارد میکنیم که متوجه بشیم. حالا بعداً به اشتباه هم از قصد وارد میکنیم ببینیم میفهمه یا نه. الان هم یکی از کد ملی ها رو میخواییم نوزاد وارد کنیم. تاریخ تولد هم اصلا ازمون نپرسید برعکس اتفاق قبلی و حتی نوزاد رو هم میشه براش خرید کرد. میبینید 3 تا 10,000 تومان 30,000 تومان و کاملا انجام میشه. خرید بلیت بازی شاهین و پیکان در بوشه. باز اسامی رو وارد کنیم و مشخصات و نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد. این برای مرحله پرداخت یه اطلاعات فردی کاملا به درستی وارد کنید، در حالی که به درستی وارد کردیم و باید حذفش کنیم. یه هر کدوم جداگانه فشار بدیم ببینیم که چه اتفاقی میافته، اما اصلا جایی برای بررسی جداگانه نداره. و باز هم تمام مرحله گیر میکنه. اونجا هم میتونیم تیم مورد علاقمون رو انتخاب کنیم که عنوان هوادار میهمان میخوایم وارد ورزشگاه بشیم یا میزبان، اما نکتهش اینه که خرید پیشرفته نداره، فقط دستی باید کامل همه چی رو وارد بکنیم. عنوان جایگاه میهمان حالا ما انتخاب میکنیم
بعد گلوکان نشون داده نمیشه که کدومه، ما همینجور حفظی باید بزنیم که دوسته یا ردیف A بودیم صندلی هم از خودمون باید انتخاب کنیم و حد اکثر هم یه دونه بیلیت میتونه هر کسی بخره، یه واسه دوست داشت نمیتونه اگر کدومه گیشون رو داشت خرید بکنه و کاملا به درگاه پرداخت هم میتونیم وارد بشیم و بیلیت رو خریداری کنیم. شاید این یه دوره گذار برای سر و سامون گرفتن داستان بیلیت فروشی تو فوتبال ایران باشه، دوره گذاری که امیدواریم با سرعت بیشتری طی بشه تا هوادارا برای ورود به هر ورزشگاه دردسر کمتری رو تحمل کنن.